میکنم که سعادتها در جای دیگرند، سعادتها در لابلای کلام الهی نهفتهاند. عقبه ابن نافع در افریقا در اونجا میخواهند جنگی رخ داده، میخواهند کشورهایی را فتح بکنند، اما شبانه به جایی میرسند که جنگل موجود است. در میان جنگل عده زیاد از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا هستند. یکی یکی اونها را میخواهد. وقتی که میبونیم یاران رسول الله، یعنی افرادی که چشمه های زیبا و نورانی اونها چهره منور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را مشاهده کردن و بر اون ایمان آوردن و بر اون ایمان از این دنیا رفتن، اونهایی که الله رب العزت فرمود رضی الله عنهم و رضو عن، الله از اونها راضی شده و اونها از خداوند متعال راضی شدن. یاران رسول الله را جمع کرد. اون امیر اونها حضرت عقبه ابن نافع بود رضی الله تعالی عنه، فرمود ما در جنگل قرار داریم، جای بی نهایت خطرناکی، نگهبانان ما می توانند از دشمنان حفاظت بکنند، اما اگر شیری بیاید، اگر خرسی بیاید، اگر فلنگی بیاید، اگر اژدهایی بیاید، اگر ماری بیاید، اگر درنده دیگری بیاید، این نگهبان میخواهد چه کار کند؟ مشوره شما چیست؟ در این جنگل امشب ما اینجا اتراق بکنیم بماریم یا از جنگل بیرون برویم؟ همه مشوره دادند که در این جنگل میماریم، اما عقبه همه مشوره دادند در این جنگل میماریم، اما عقبه به حیواناتی که در جنگل زندگی می کنند پیغام ما را برسان، به حیواناتی که در جنگل زندگی می کنند پیغام ما را برسان. پیغام اونها این بود که حضرت عقبه به مشوره همه این کلام را برای حیواناتی که در جنگل زندگی می کنند با اون زبان پاک خودش اعلام می کنند. ایها العشرات، ایها العشرات و السبا، ای حشرات و سبا درندگان، نحن اصحاب رسول الله. الله اکبر. عقبه با چی صحبت می کند؟ با خرس‌های جنگل، با شیرهای جنگل، با درندگان جنگل و حشرات جنگل صحبت می کند. قاری قرآن هست، مجاهد اسلام هست. يا ايها الحشرات والسبا، نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا انها رب گذارید اینجا را بر ما تخلیه کنید، فانا نازلون، فرجعوا اینجا را تخلیه کنید، فانا نازلون، ما میخواهیم در اینجا فرود بیاییم. نحن ما فنحن وجدناه، هر کسی را که ما بعضی ببینیم بعدا قتلناه، اون را میکشیم. هر حیوانی را و هر درندهی را که بعد از این اعلام ما ببینیم اون را در این جنگل میکشیم. بربری هایی که در اطراف جنگل زندگی میکنند حده زیادی از اونها وحشت زده میشوند، این حیوان های جنگل جوجه های خودشان را، بچه های خودشان را به دهن گرفتن، از جنگل بیرون فرار میکنند و میروند. در جنگل چه بلایی است؟ بربری هایی که در کنار جنگل بیرون زندگی می کنند همه پریشان و مضطرب می شوند. در جنگل چه پیامی است که حیوانات جنگل را تخلیه می کنند و بیرون می روند؟ در جنگل می افتند، می آیند، به یک جایی می رسند که چهره های منوری در اونجا نشسته اند و گویا در حال استراحت می روند. چه خبر است؟ شما چه کاری که حیوان ها جنگل را رها کردن بیرون می روند؟ عقبه می فرماید ما به حیوانات جنگل پیام دادیم، شما این جنگل را برای یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم تخلیه کنید. عده زیادی از بربری ها مسلمان می شوند. من می خواهم این نکته را بگویم، اگر در میدان محشر یک خرسی در حالی که بچه اش جوجه اش همراه اون هست، حیوان دیگری، حشره دیگری بیاد بگه ای رسول الله، من برای عقبه و یاران شما که در کنار اونها بودن در جنگل به تعظیم و حرمت اونها جنگل را رها کردم و گذشتم،
اما امون یاران ادهی از ادهی دیگه انسانها شکایت میکنند که رسول الله به ما بد و بیراه گفتند. این انسانها در اونجا چه جواب خواهند داد؟